سلام دوستا و وقت شما به خیر طریقه درخواست روان کردن به خاطر ویزی بشردوستانه استرالیا به شکل آنلاین خب دوستان این سایت رسمی هست که در کامنت اول لینکش گذاشتیم. میبینیم میبینیم که به شکل میتونیم درخواستی خود روان بکنیم. اول بالای از این قسمت اپلای نو کلیک میکنیم که یک صفحه جدید باز میشه. خب دوستان صفحه باز شد. در این قسمت گفته شده درخواست ویزه پناهندگی و بشردوستانه خود را به شکل آنلاین رسال بکنید. و در این قسمت هم اطلاعات در سایت است که از میگذاریم. قبلا تشریح کردیم در فرم قبلی نکات مهمش دوباره اشاره میکنیم در لابلای ویدیو. این دو قسمت پالیسی اداره است و از سایت است که باید در دوش تک شود اگر معلومات بیشتر کار دارین در دا این دو قسمت کلیک بکنین که یعنی شما خواندن مطابقه شرایط شما ماده است خب در قسمت بعدی اینجا سه موضوع هست که اما شخصی که شما را قرار است سپانسر بکنه یا پیشنهاد دهنده که برش پروپوزر میگن با سه شکل بوده میتونه و شکل انفرادی سازمان و یا کسی که در یک سازمان کار بکنه یا حمایت داشته باشه به این اگر به شکل انفرادی باشه هر کلیک کنیم یک صفحه جدید باز میشه و با شکل انفرادی رو انتخاب میکنیم در این قسمت گفته شده که قسمی که در فرم 681 ثبت شده آیا شهروند استرالیا یا نیوزلند یا اقامه دائم استرالیا داره یا خیر بله داره این وقت کلیک کردیم صفحه دیگه باز میشه در اینجا معلومات رو ذکر میکنیم خب دوستان عزیز در قسمت اول معلومات شخص پیشنهاد دهنده ذکر میکنیم یعنی پروپوزر که برایش اسپانسر هم گفته میتونیم ولی معنای اسپانسر و پروپوزر بسیار متفاوت است به خاطر که پروپوزر یک همکاری نسبی میکنه ولی شخصی که اسپانسر میکنه بسیار مسئولیت زیاد است خب به خاطر از تفهیم شود با مو شکل گفته میتونیم که شخصی قرار است شما را اسپانسر بکنه در قسمت اول تخلص شنشته میکنیم و این قسمت هایی که به شکل ستاره سرخ باید خانه پوری شود هر قسمتی که در فرم هست در این قسمت نام اصلی شنشته میکنیم جنسیتش شه از این قسمت انتخاب کرده میتونیم تاریخ تولد چه در این قسمت شما کلیک بکنید میتونه تاریخ تولد انتخاب بکنیم و در این قسمت گفته که مشخص دقیق بگوییم که با شما چه ارتباط داره با کسی که قرار است سپانسر شوه فرضا ماما کاکا بچی کاکا بچی خاله هر کسی که است مشخص ذکر شود هر قدر که اقارب نزدیکتون باشه سال بیشتر است مخاطر ازی که برنامه به مشکل شکل تنظیم شده در این قسمت ایمیل آدرس شخصی که شما را اسپانسر میکنه از ذکر میکنیم خب در قسمت بعدی در اینجا گفته که اسناد شخصی که شما را پیشنهاد میده اسناد ضرورت است خب دوستان معمولا اسناد که ضرورت است همون سرتیفیکیت شهروندی استرالیا است, است. به این شکل است دوستایی که شهروندی کسب کردن به شکل یک اسناد دارن و کسایی که در اصرار تولد شدن اسناد تولد دارن پاسپورت دارن تمام اسنادشون تکمیل است و کسایی که اقامه دائم دارن اونها هم یک اسناد دارن اونم اسناد باید زمین شود در این قسمت شما کلک میکنین در هر جایی کامپیوتر که دارین وارد میکنین اما شرایط خود داره فرضاً ما دا اینجا پی دی اف انتخاب کردیم نام از ما اسناد نوشته هر اسنادی که شما اتچ میکنیم باید نامش نوشته باشه اگر ایده فرزن یک جی پی جی فایل بگیریم قبول نمیکنه میگه باید پی دی اف باشه و سایزش هم در اینجا ذکر کرده که سایزش بیشتر از یک ام بی نباشه وقتی که براوز کنیم در این قسمت کجا سی فرم ما فرض کنیم در این قسمت است اوپن میکنیم میره قبول میکنه و سایزش در اینجا ذکر میشن یعنی از یک هندی پایین تر است خب قسمت بعدی میم خب قبل از این که قسمت بعدی بریم دوستایی که اسپانسر ندارن هم اگرا وجود داره ولی صد صد من مطمئن نیستم ولی اگرای وجود داره که شما در خواستان به شکل آنلاین یا پست در سفارت استرالیا در اردن روان بکنین کور در ویدیو بعدی انشاءالله همراهتان شریک میکنم ولی صد صد من درست بدنش تایید کرده نمیتونم خب قسمت بعدی در اینجا ذکر است که معلومات درخواست کننده اصلی خب در این قسمت تخلص خانش کردیم، در این قسمت نام خوده در این قسمت جنسیت خوده تاریخ تولد خوده شهروندی کجا را دارم افغانستان در این قسمت ملیت ما چی هست مذهب چی است یا دین در کجا تولد شدیم فعلا در کجا زندگی میکنم اگر شما در افغانستان هستید افغانستان زیرک میکنم فرضا من اشنا میکنم تاجیکستان یعنی ای قسمت دیدین که ام سرخ نیست ادمی نیست اگر شما در فرم 842 آدرس تونه دقیق نشته کرده باشین یا در اون جگه کمبود داشته باشین در این قسمت میتونین جزیات نشته بکنین در غیر زور لازم نیست و به خاطر اینکه فرم 882 چی هست و چه قسم خانه میشه لنگ در قسمت بالا میه شما میتونین ببینید که بچه شکل خانه بری میشه چه شرایط خود داره و در این قسمت ایمیل آدرس تان ذکر میشه و در قسمت پایین تعداد فامیل تان چند نفر که و می تعداد باز شما صفحه برتان باز میشه و در این قسمت عکس تان خواسته عکسی که در این قسمت ذکر شده عکسی که برای پاسپورت گرفته میشه 300 در 600 پیکسل باید باشه یعنی برای پاسپورت یا ویزا گرفتن میشه باید مطابق از حیار ایار بکنین و یک ان بی اضافه نه باشه کی میتونیم به شکل پی دی اف باشه یا جی پی جی باشه یا پی جی باشه کلا مشکل نیست که هر کس وقت در هر قسمت مربوطی هر کس که میشه حتش میکنه در این قسمت نام خود نشته که قبلا اپلود کردید ضرورت دوباره نیست نام خود در قسمت نشته که اگر پست میشه در قسمت پست باید در پشت سر عکس نام مکمل نشته شود خب من در قسمت ایمیل باید یک چیز یادآور شوم اگر شما قبول شوین یا نشوین برای شما ایمیل روان میکنه بعد از یک مدت زمان معمولا چند روز پیش در حدود 15 20 روز روان میکرد اما حال درخواست کننده در زیاد است یک چند ماه در بر میگیره اگر قبول شوین کیس نمبر برتون میته فایل نمبر برتون میته اگر نشدنم میگه شما واجد شرایط نیستین برتون ایمیل روان میکنه البته نظر به مو شرایطی که شما دارین و آنها تصمیم میگیرن خب وقتی شما تعداد فامیل را ذکر کردن یک گزینه دیگه اینجا باز میشه اولی باز میشه شما میتونین معلومات تای همسر ذکر کنین نام فامیلی جنسیتش تاریخ تولد و مشخص با درخواست کننده اصلی چی ارتباط داره مثلا همسر و بیشتر از دو نفر اگر بودین میتونین حد اناده رو بگیرین که براتان به این شکل صفحه باز میشه معلومات رو درش میکنیم فرزند یک فرزند دارین نامش، تخلصش، جنسیت، سال تولد و ارتباطی خونیش با شما یعنی فرزند خونی اضافه کار داشتین اینجا راحت میگیم به میشکل شکل اضافه میشه ضرورت نداشتین قسمت کنسل میکنیم و در قسمت هکس شما میتونید براوز بکنین در هر قسمت که هست بازم به شکل جی پی جی و پی دی اف یا پی این جی میتونین هکس تونه وارد البته نظر به نام ذکر کنین باید همو فایل نامش یکی باشه فرضت ما در قسمت ABC گلتم, ABC1, ABC2. ای بی سی بی سی یک ای بی سی دو به این ترتیب که مشخص شدن و قسمت بعدی در اینجا فرم آی سی هست که شما باید خانه کرده باشین کسایی که کس سپانسر داره یا نداره باید فرم آی سی رو باید خانه پلی بکنن که حتمی هست و فقط نشته میکنین فرم آی سی دو چلو دو. قسمت بایم و فرم آی سی دو چلو پی دی ایف باشه که شما وارد بکنین و در این قسمت گفته شده که اندازش از چقدر از دو ایم بی زیاد نشود اگر از دو ایم بی زیاد شود شو قبول نمیکنه سیستم قبول نمیکنه قسمت بعدی فرم 681 است شخص که شما را سپانسر میکنه برون به می شکل نامش فرم 681 میمنین به شکل پی دی ایف وارد میکنین که از دو ایم بی باید حجمش زیاد نشود قسمت بعدی میم در اینجا تمام اوراق که شما دارن از قبله قبل قبل از اینکه ایده به معرفی بگیریم فرم 842 رو باز میکنیم در اون قسمت جزیات هست واضح تر مشخص میشه خب در صفحه 34 فرم 842 اسنادی که لازم است در این قسمت ذکر شده دو عکس شما قبلا گفتین بله زم میشه اگر پوست شو باید نامشون نوشته شود در پشترش اگر آنلاین اپلای شو فقط فایل نامش تغییر میتین اسناد از قبیل پاسپورت تذکره باید باشه اسنادی که اگر شما در سازمان ملل ثبت نام استین نکاخت اگر داشته باشین به ترتیب دیگه کدام از ذکر کردیم 681 سداشتاد یک اپلود کردیم این اصنادهای دیگه ایم که شما اگر داشته باشین میتونین زمیمه بکنین 681 در این قسمت چند فرم دیگه هم هست خب کدام اسناد سفر اگر داشته باشین میتونین زمیمه بکنین البته این کسایی که پناهنده هستند در کدام کشوری اروپایی یا دیگه کشورا اگر از سفر داشته باشن میتونن اون رو زمینه بکنن در این قسمت کدام ویزا اگر داشته باشن میتونن ویزی تان زمینه بکنن خب و امو پیشنهاد تان یا تهدید نامه یا کیس هم زمینه بکنن که شما تک که ما میره داریم هر اسمه دارند پس زمین اصناد که در اینجا ذکر کردن که ما داریم این به چه شکل میتونیم روان بکنیم در صفحه اصلی خود میریم شما فارم 956 اگر کس دیگه بر شما خونه پلی باشه تمام اصناد هایی که یادوار شدم و تمام اصناد ها به شکل شما میتونین رو وارد بکنید فرزن من در این قسمت داشته کردیم All of my documents تمام اوراق ما در این قسمت براوز میگن شما فرض کنن که به شکل جی پی جی دارن تمام شد کانورت بکنین این تبدیل بکنیم به پی دی اف یک فایل شوه ممکن ده صفحه 20 صفحه هر قدر معلومات که که در قسمت فرم 842 اشاره شده برش یک فرم تنظیم میکنین بعد از او کلش در یک قسمت نامش شما میبینین که all of مای document اوپین میگین ما قبلا وارد کردیم خلاص و در این قسمت شما نشته میکنین تک میکنین که ما روبوت نیستم نظر به سیستم و سن ایمیل وقتی که سن ایمیل گفتن برای شما یک کانفرمیشن میه که ایمیل شما رو ما ریسیف کردیم روی صفحه حالا من روان نمیکنم خلاص شما برای شما حتما جواب میه یا رد یا یا اینکه که قبول میشین فایل نمبر به دست و در قسمت خانه پوری فارم ای دو قبلا لینکش گفتم که در قسمت بالا میه از 956 که کسی دیگه بر شما درخواستی روان میکنه یا 681 شخص پیشنهاد دهنده شما یا اسپانسر شما لینکش در بالا میه میتونین راجی به اون معلومات داشته باشین خب دوست هم چندین آدرس پوستی هست که شما میتونین روان بکنین در کانبراس یک قسمت یعنی پایتخت استرالیا و سیدنی است و بهترینش سیدنی است چون مرکز این بخش در سیدنی است که در امی آدرس روان کنین بهتر از اگر به شکل پوستی روان کردین از دیگه آدرس ها صرف نظر بکنین بهتر است در دیگه آدرس موقعت هم هست شما میتونین انتخاب بکنین نظر به یکی که اگر دوست در این باشه میتونن روان بکنن اما بهترین اما سیدنی است که مرکزیات است